انسان وقتی به دنیا میاد خیلی ضعیفه، قدرت هیچ چی نداره، همه چیزش وابسته است. قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکم مادر که اومدید بیرون هیچ چی نمیدیدید، هیچ چی نمیدونستید، یواش یواش چشم کار افتاد، گوش کار افتاد، از چند ماهگی بچه تونست یه چیز رو بگیره، تازه اونم که میگیره تشخیص نمیده آتش، گل، خوبه، بده، هیچی نبودید، ضعیف ضعیف بودید. اینه که کسی نمیتونه منکر بشه، چون ما میبینیم دیگه بالاخره تو دست و پای ما و شما بچه کوچیک هست. خب پس ما شما رو از ضعف آفریدیم، اما ثم جعل من بعد ضعف قوه، اما بعد از این ضعف قوی شدید. خب کودک شدید، نوجوان شدید، جوان شدید، دیگه این قدرت بود، تشخیص بود، علم بود، حافظه بود. شما یه جوان 30 ساله، 25 ساله نگاه کنید، اوج قدرت دیگه، توانمندی. بچه‌ای که روی زمین صاف زمین میخورد حالا از کوهنورد شده بالا میره. بچه‌ای که هیچ چیز رو نمیتونست حفظ کنه حالا میبینید جوان، نوجوان، حافظ قرآن شده، حافظ مطالب شده، استاد شده، پزشک شده، عالم شدید، قوی شدید، ورزشکار شدید. بعد از ضعف قوت، این دو مرحله. اما مرحله سوم، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، دوباره بعد از اون قدرت ضعیف میشید، پیر میشید. منتها اون ضعف اولیه بعدش قوت بود، اما این ضعف دیگه بعدش قوت نیست و شیبتن دیگه پیری، دیگه پیری. انسان میبینه همون وضعیتی که در اول داشت دوباره پیر که میشه بر میگرده. یعنی همین پدر رو گاهی باید قضا دهنش گذاشت در 80 سالگی، 90 سالگی، 100 سالگی، همونطور که قضا دهان بچه میذاشت، همونطور که دست بچه رو میگرفتی بلند میکردی، دست این پیرمردم باید بگیری بلند کنی. همونطور که بچه رو از خیابون میخواستی عبور بدی باید دستش رو میگرفتی، دست این پیره مرد و پیره زن هم باید بگی. یعنی دقیقا همون ضعفه دوباره بر میگرده. حتی کار به جایی میرسه بعضی از این افراد مسن دیگه دستشوی هم نمیتونه بره، این همون بچه باید مثلا بسته بشه، مواظبت بشه، باز بشه، تمیز بشه. یه بچه 6 ماهه، 1 ساله رو شما حمام میبری، خودش که نمیتونه بره، این پیرمرد رو هم، پیرزن رو هم باید ببری، بشویی، لباس تنش کنی. یه بچه خودش لباس نمیتونست بپوشه. گاهی بعدی آدم های مسن یواش یواش اینطور میشن دیگه، تمام اون قوت جوانی گرفته میشه. 3 مرحله رو خدا تو این آیه اشاره کرد. 1، خلقکم من ضعف، اول ضعیف بودی، ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد قوت پیدا کردید. حالا این دوران قوت هم مال آدم ها فرق میکنه ها. فرض کن دارم من در 12 سالگی اون قوت پیدا بشه، گاهی 50 سال، 40 سال ادامه داره. بالا بعضی ها سکته میکنن یا مریض میشن، خب کمتره، ولی بالاخره مال همه هست. بعد از اون قوت ضعف و پیری. بعد فرمود یخلق ما یشا، این خداست که اون چرا که بخواهد می آفریند، مراحل رو، پیری، جوانی. و هو العلیم القدیر، هم عالم هم قادر. خب این آیه شریفه 2 تا نکته مهم ازش استفاده میشه. 1، که خودش اشاره کرده العلیم القدیر، خدایی که بشر رو آفریده، عالم رو آفریده، هم عالم هم قادر. پس قدرت خدا فوق‌العاده است. ببین چجور شما یه بچه که به دنیا میاد همه چیز رو که یه آدم کامل داره اینم داره، چجور در هر مرحله خدا به این بچه یاد میده کی سینه رو بگیره، کی اشیا رو بگیره، کی راه بره، کی تکلم کنه. قدرت دیگه، اینا همه قدرت الهی است. خب این نکته اول. نکته دوم که حالا بیشتر بحث من روی اینه، اینه که بشر غرور تو رو نگیره. تو بین 2 تا ضعفی،
الان که مثلا 40 سالته، 30 سالته، 50 سالته، سرپایی و قدرت داری. و ببین بین دو تا ضعفی برگرد به گذشته، ببین چی بودی. جوانی که تو روی پدر و مادرت میستی، تندی میکنی، بد اخلاقی میکنی گاهی، ببین شما یه روز نمیتونستی یک شی دست بگیری، نمیتونستی یه غذا بخوری، هیچی نبود. بعد جالبه این وضعیت الانم برات نمیمانه، پیر میشی دوباره همین ضعفه بر میگرده. آدمی که قوتش بین دو تا ضعفه، چرا غرور، چرا تکبر، چرا منم منم، این بده.